کشوری رو تصور کنید که در اون مطلقاً بیکاری نیست. هیچ کس بی خانمان نیست. درمان و تحصیل رایگانه. کشوری که زیبایی های طبیعی اون هر جهانگردی رو متحیر میکنه. آیا واقعاً چنین کشوری وجود داره؟ بله، اون هم در همین نزدیکی ها. کشور مورد نظر ما عمانه، در جنوب شرقی شبه جزیره عربستان واقع شده، جایی که صحرا با اقیانوس هند پیوند می‌خوره. سیستم بهداشت و درمان عمان یکی از بهترین سیستم‌های بهداشتی محسوب میشه. در بیمارستان‌های دولتی درمان کاملا رایگانه. تحصیل رایگانه. شهروندان عمان میتونن در رشته مورد علاقه خودشون به رایگان تحصیل کنن. هر شهروند عمانی که به سن 18 سالگی برسه از طرف دولت قطعه زمینی برای ساخت مسکن به اون داده میشه. ساخت و ساز رو خود اشخاص انجام میدن، چون از نظر مادی اونقدر درآمد دارند تا منزل مورد نظر خودشون رو خودشون بسازن. عمان در حال حاضر یه مکان رویایی واقعیه، اما همیشه اینطور نبوده. شاید بیش از 2000 ساله که وجود داره و باور اون بسیار سخته که در همین کشور تا سال 1970، یعنی تا 50 سال قبل، سطح زندگی مردمش بهتر از فقیرترین کشورهای آفریقا نبوده. فکرش رو بکنید، تا 50 سال پیش در عمان هیچ جاده‌ای وجود نداشت. از بیمارستان و مدرسه خبری نبود. همیشه اختلاف بین قبایل و جنگ‌های قبیله‌ای در جریان بود. کشوری بود که به معنای واقعی کلمه هیچ ارتباطی با دنیای خارج نداشت. اما 50 سال قبل یک تغییر باعث شد ورق برگردد. در سال 1970 میلادی پسر سلطان سعید به نام سلطان قابوس بر مسند قدرت نشست. حکمرانی اون چنان بود که کشور فقیر و عقب افتاده رو به بهشت روی زمین تبدیل کرد. سلطان قابوس با آنکه برای 50 سال سلطنت مطلق داشت، اما به دلیل خدماتی که برای کشورش انجام داد نه تنها هیچ کس معترض نبود، بلکه مردم عمان اون رو همانند یه بت می‌پرستیدند. سلطان قابوس پس از تکیه زدن بر تخت سلطنت پیش از هر کاری فساد اقتصادی موجود در دولت رو ریشه کن کرد. تمامی پول‌های حاصل از فروش نفت رو شخصاً کنترل کرد. اکتشافات نفتی رو سرعت بخشید و چندین میدان نفتی جدید کشف شد. پول نفت رو صرف آبادانی و رفاه مردمش کرد. همچنین عمان در هیچ مناقشه و جنگی شرکت نمی کند و یکی از امن‌ترین کشورهای دنیا محسوب می شود. در سال 1970 متوسط درآمد سرانه در عمان 300 دلار بود که البته چیزی از اون به ملت نمی رسید. با اقدامات سلطان قابوس در سال 1991 این رقم به 7000 دلار رسید. در سال 2020 این رقم به حدود 15500 دلار رسید. اقتصاد عمان اساساً بر پایه فروش نفت و گاز استواره، اما با سیاست‌هایی که دولت در پیش گرفته وابستگی به پول نفت و گاز کاهش داده میشه. دولت عمان در نظر داره تا سال 2040 درآمد کشور رو به دو برابر افزایش بده و سهم صادرات نفتی در تولید ناخالص کشور رو هم به 8.4% کاهش بده. یعنی تا 20 سال دیگه اقتصاد عمان به پول نفت و گاز وابسته نخواهد بود. شهروندان عمانی هیچ مالیاتی پرداخت نمی کنند. در خرید و فروش‌های شخصی، حتی در معاملات املاک هم مالیاتی پرداخت نمیشه. وقتی گفته میشه حقوق شما مثلا 1000 ریال عمانه، در آخر ماه همان 1000 ریال رو دریافت میکنید بدون هیچ قصوراتی.
جمعیت عمان کمتر از 5 میلیون نفره که البته تقریبا نیمی از اون رو هم خارجی ها تشکیل میدن. عرب، بلوچ و آفریقایی سه طبقه بزرگ جمعیتی عمان رو تشکیل میدن. اونها به زبانهای عربی، بلوچی و سواحیلی صحبت میکنن. بعد از زبان عربی، زبان انگلیسی هم رایجه و تقریبا همه مردم به انگلیسی هم تسلط دارن. در این کشور همچنان که در ابتدای ویدیو گفته شد، درصد بیکاری صفره. دولت از نظر کاریابی شهروندان خودش رو به خوبی پشتیبانی میکنه. نیروهای کار خارجی هم در این کشور زیادن و بسیاری از خارجیان در رده‌های بالا و مدیریتی مشغول به کارن. اما دولت عمان در نظر داره شهروندان خودش رو برای اشتغال در رده‌های شغلی بالاتر آماده و جایگزین خارجی‌ها بکنه و رده‌های شغلی سخت و خطرناک مثل ساخت و ساز، ماهیگیری و غیره رو به کارگرای خارجی واگذار کنه. شاید کنجکاو باشید تا بدونید حقوق یک کارگر خارجی در عمان چقدره. بر اساس آنچه که در سایت ها نوشته شده، متوسط حقوق ماهانه یک کارگر ساده حدود 3000 دلاره. نکته مهم این که برای کار در عمان حتما باید توسط یک شخص یا شرکت عمانی جذب کار بشید و بعد برای دریافت اقامت کاری 2 ساله اقدام کنید. گفته شده که تمدید اقامت این کشور و یا اخذ اقامت دائم و تابعیت برای افراد غیر عمانی بسیار پیچیده، سخت و دشواره. دریافت تابعیت عمان فقط از طریق ازدواج با یه عمانی میسره. اون هم بعد از 15 سال زندگی مشترک و راه دیگه‌ای نداره. برای کار در عمان محدودیت سنی هم وجود داره. فقط کسایی میتونن استخدام بشن که بین 21 تا 60 سال سن داشته باشن. هر سال لیستی از مشاغل مورد نیاز عمان منتشر میشه و اگه در اون زمینه ها از شرایط لازم برخوردار باشید شانس استخدام رو دارید. برای امسال هم لیستی منتشر شده که با اندکی جستجو میتونید پیداش کنید. بعضی از مشاغل مورد نیاز امسال عبارتند از مدیریت هتل، مدیر املاک، جوشکار، جوشکار صنعتی، پزشک، پرستار، تدوینگر، معلم زبان و غیره. با این همه تعریف و تمجیدها باز هم لازم به ذکر که بنا به عقیده بسیاری از کسانی که تجربه کار و زندگی در عمان رو دارند، سطح رفاه و کیفیت زندگی در این کشور به پای کشورهای مدرن اروپایی نمیرسه. عمان مرفه امروز در واقع میراث سلطان قابوسه که پس از 50 سال سلطنت در ماه ژانویه سال 2020 از دنیا رفت و به دلیل نداشتن فرزند و برادر هیثم بن طارق آل سعید پسر عموی اون بر تخت سلطانی تکیه زد. اون اعلام کرده که سیاست صلح دوستانه سلطان قابوس رو ادامه میده و برنامه توسعه کشور رو با تکیه بر نیروی جوانان به پیش خواهد برد. مواردی که درباره کشور عمان ذکر شد مطمئنن واقعیت دارند، اما فراموش نکنیم که فقط شهروندان هر کشوری میتونن از امکانات دولت خودشون برخوردار بشن. مهاجر همیشه مهاجره و تا وقتی که اقامت کامل کشور دیگری رو دریافت نکنه از تمامی حقوق شهروندی برخوردار نخواهد بود. اگر عمان مثل بهشته، برای خود عمانی هاست. اگر اونجا رفاه و امنیت هست، برای شهروندان اونجاست، نه برای مهاجران و کسانی که برای کار رفتند. به پایان ویدیو رسیدیم. موفق باشید.